آرش، آقای ترامپ میتونیم بگیم فتح بابی بود به نوعی برای اینکه شروع بشه اصلا این بحث و فلسفه عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی از زمان آقای ترامپ شروع شد. فکر میکنی ادامه بتونه بده آقای بایدن؟ ببین، همونجور که تو گفتی، دو دوره ترامپ اولین سفر رئیس جمهوری سابق آمریکا به خارج به عربستان سعودی بود. اون موقع مستقیم اومد عربستان سعودی. خب روابط خودش قبلا با محمد بن سلمان روابط شخصی داشت و دامادش هم جارد کوشنر روابط خیلی خوبی داشت با خانواده بن سلمان و به صورت سنتی هم روابط خیلی خوبی خانواده کوشنر با اسرائیل دارن. خودشون هم خانواده یهودی هستن و خیلی هم به هم دیگه نزدیکن. از لحاظ کارهای بیزنسی هم خیلی سابقه زیادی داشتن با هم دیگه. و وقتی آقای ترامپ وارد عربستان شد، اون موقع ملک سلمان در اون زمان بیش از 40 کشور مسلمان رو آورده بود سرانشو که با رئیس جمهوری سابق آمریکا دیدار کنن. اون موقع صحبت یک ناتوی اسلامی رو داشتن میکردن. الان هم میبینیم که رئیس جمهوری الان آمریکا جو بایدن هم هنوز دنبال این هست که بخواد به نوعی یک ناتوی علیه جمهوری اسلامی ایران را بندازه. ولی اون موقع قرار بود 40 تا کشور به این ناتوی اسلامی در واقع ملحق بشن و بعد هم تفاهم‌نامه‌های اقتصادی بسیار عظیمی بین دو کشور اون موقع امضا شد. تفاهم‌نامه‌هایی که بعضی‌هاشون به توافق‌نامه‌های تجاری رسید و بعضی‌هاشون نرسید. ولی با اینها وقتی شما نگاه کنید، اون موقع آقای ترامپ کل وزن دولت آمریکا رو انداخت پشت این که بخواد بره سراغ جمهوری اسلامی، از برجام خارج بشه، تحریم‌های فشار حداکثری رو به جمهوری اسلامی وارد بکنه و بعد هر جوری که میتونه حمایت کنه از عربستان سعودی و کشورهای عربی دیگر و اسرائیل که اینا با هم نزدیک شن. و همونطور که گفتیم، در نهایت این باعث شد که پیمان ابراهیم شکل بگیره و در حالی که کسی فکرش رو نمی‌کرد، حداقل 7-8-10 تا رئیس جمهوری آمریکا بارها تلاش کرده بودن کشورهای عربی رو نزدیک کنن به اسرائیل و موفق نشده بودن و الان با پیدا کردن یه دشمن مشترک، یعنی جمهوری اسلامی، بین اینها این کشورها به هم نزدیک شدن. یعنی در واقع جمهوری اسلامی خدمتی رو کرد به ایالات متحده آمریکا که خود رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه تا حالا نتونسته بودن انجام بدن. اما غیر از اون، با آقای بایدن اگر نگاه کنیم، مقاله دیروز وال استریت ژورنال در مورد اینکه رئیس جمهوری آمریکا چقدر سرمایه سیاسی داره برای اینکه بخواد در عربستان سعودی به جایی برسه، خودش گویای تمام مطالب هست. وال استریت ژورنال نوشته که آقای بایدن حتی در مقاله خودش که حدوداً یک هفته قبل در توجیه اینکه چرا میخواد در عربستان سعودی سفر کنه، یک مقاله با آقای بایدن نوشته بود در واشنگتن پست. وال استریت ژورنال گفته بود این مقاله خودش نشانه ضعف است، نشانه این که دولت بایدن داره سعی میکنه توجیه کنه به دموکرات ها و بخش چپ دموکرات ها که چرا داره این سفر رو انجام میده، در حالی که در دولت قبلی، رئیس جمهوری قبلی آمریکا، اصلا دلیلی نمیدونه که بخواد توضیح بده که چرا به عربستان سفر میکنه. متحد قدیمیش بود، میخواست بره اونجا و یک پایه، یک توافق جدید رو با عربستان شکل بده و این کار کرد، در حالی که آقای بایدن احساس میکنه که احتیاج داره توضیح کنه. مقاله مینویسه در واشنگتن پست. فکر نمیکنید دلیل همون صحبتهایی بوده آرش که گفتی، بحث منزوی بودن عربستان رو مطرح کرده بود، انتقاد کرده بود، بعد حالا الان که داشت میرفت مجبور بود شاید قبل از رفتنش یک مسائل رو شفاف سازی کنه، حالا یا توجیه کنه یا به قول تو دلیل بیاره براش؟ ادامه بده لطفاً. مرسی. ببین، البته خب این نشون میده که بایدن یک سیاستمدار بالفطره هست. این که حالا حتی در 18-19 ماه پیش اگر یه حرفی زده، الان میتونه 180 درجه تغییر جهت بده مثل یک سیاستمدار کارکشه و شروع کنه براش بهانه و دلیل آوردن. ولی واقعیت این است که همونجور که تو گفتی، 18-19 ماه قبل آقای بایدن میگفت عربستان منزویه، میگفت نفت بهش احتیاجی نیست، سوختای فسیلی باید ازش دور شیم، باید برگردیم به برجام و تمام اونها الان شکست خورده. الان بیش از 18 ماه است که دولت بایدن داره تلاش میکنه به برجام برگرده، هیچ نتیجه‌ای براش نداده. الان مدت زیادی است که داره سعی میکنه از سوختای فسیلی دور بشه، ولی همینجور که میدونید بیشتر و بیشتر آمریکا محتاج سوختای فسیلی شده. و در نهایت هم در مقاله وال استریت ژورنال
اشاره کرده بود که آقای بایدن حتی یک بارم اسم پیمان ابراهیم رو نیاورد، به خاطر اینکه پیمان ابراهیم پیمانی بود که رئیس جمهوری قبلی اون دونالد ترامپ امضا کرده بود، و اگر قرار باشه آقای بایدن بیاد بگه که من همون سیاست رو دارم ادامه میدم، یعنی در واقع داره اعتبار میده به حرکات رئیس جمهوری قبلی آمریکا که بسیار بسیار برای آقای بایدن میتونه گرون تمام بشه. بیس و اون پایه حزب دموکرات هنوز از دونالد ترامپ اگه نگیم متنفر هست، به شدت بیزاره، و آقای بایدن الان خودش هم از کلماتی داره استفاده میکنه مثل اولترا ماگا، میک امریکا گریت اگین، و داره سعی میکنه اون در واقع پایه حزب دموکرات رو تهیج کنه که بیان به صندوقای رای از ترس ترامپ و رای بدن. و حالا اگه رئیس جمهوری آمریکا بخواد بیاد بگه که من دنبال روی همون سیاست رئیس جمهور قبلی هستم، در واقع یک جوری یه توف سربالاست برای آقای بایدن که داره سعی میکنه هر جوری که شده از زیرش در بره. بسیار خب آرش، از محل در واقع استقرار خبرنگاران کاخ سفید با ما بودید. هر جده